رژیم آخوندی در تلویزیون حکومتی غیظ سرکردگان نظام را از تحریم کارچاق‌کن دیکتاتوری تروریستی در سطح بین المللی برملا کرد. آمریکا ظریف را هم تحریم کرد. در اطلاعیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، علت تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تبعیت مستقیم یا غیر مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شده است. در این بیانیه همچنین آقای ظریف به استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و نشر اطلاعات غلط متهم شده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگوی اختصاصی با فاکس نیوز گفت تحریم ظریف پیامی روشن برای ایران است. هدف در اینجا این است که به ایران، که دولت رونالد ریگان آن را دولت حامی تروریسم اعلام کرد، نشان دهیم که فعالیت‌های ظریف را فعالیت‌های قابل تحریم می‌دانیم. اموال و دارایی‌های وی را در اینجا توقیف، فعالیت‌های او و کسانی را که با وی همکاری می‌کنند محدود می‌کنیم. این تصمیم بسیار مهمی است که رئیس جمهور گرفته است. ما این پیام را می‌فرستیم که از نظر ما جواد ظریف سخنگویی نامشروع برای ایران است. وزیر امور خارجه کشورمان به این اقدام آمریکا واکنش نشان داد و گفت دلیل اصلی آمریکا برای قرار دادن من در لیست تحریم‌ها این است که من سخنگوی اصلی ایران در جهان هستم. آقای ظریف با بیان اینکه وی هیچ دارایی یا منفعتی در خارج از ایران ندارد و این تحریم بر او یا خانواده‌اش هیچ تأثیری نمی‌گذارد، خطاب به آمریکایی‌ها گفته متشکرم که مرا چنین تهدید بزرگی برای پیاده کردن اهداف و برنامه‌هایتان قلمداد می‌کنید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی کاملا غیر دیپلماتیک و برخلاف قوانین و عرف بین الملل، وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزیر خارجه آمریکا گفت حمله برای انزوای دیپلماتیک ایران ادامه خواهد یافت. پومپئو مدعی شد وزیر خارجه ایران فقط ابزار دیپلماتیک تهران نیست، بلکه ابزاری برای اجرای سیاست‌های بی‌ثبات کننده این کشور هم هست. سپاه پاسداران خامنه‌ای با صدور بیانیه‌ای درباره تحریم وزیر خارجه حکومت آخوندی نوشت این اقدام غیر قانونی و در امتداد راهبرد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در بیانیه سپاه تروریستی پاسداران ضمن قدردانی از جواد ظریف آمده است همه ارکان نظام با هدایت خامنه‌ای مسیر خود را ادامه خواهند داد.